خشم شدید نسبت به اون بچه که اینو داره زمین و در تمام روابط بعد ما این گونه برای بچه که شاگرد اول شد یه کپ بزنید، برای من که رفوزه شدم بگم اه تو بندازید به صورتش. تمام زندگی ما درگیر مقایسه است و حاصل مقایسه به طرز اجتناب ناپذیری ملامت خود و نارضایتی از خوده. برای که اگر من شاگرد حتی دوم شده باشم بگم چرا شاگرد اول نشدم، اون که در سطح مدرسه های ایران شاگرد اول شده بگه چرا در سطح دنیا شاگرد اول نشدم. یکی از بدبختی های انسان هویت فکری که همه ما متاسفانه هستیم همین مسئله مقایسه است. این ها مقدمه بود برای اینکه صحبت دیگری بود. من سابقا وقتی یک جای دعوت میکردم که برم صحبت بکنم واقعا نمیتونستم، به دلیل اینکه میگفتم کسانی که کتابهای من رو نخوندن نمیتونی با هم تفاهم داشته باشیم. نه که حالا کتابهای من کتاب خاصی باشه، ولی چون یک اصولی در این کتاب آمده طرف باید اول نسبت به این اصول آگاهی داشته باشه تا ما بتونیم از نظر گفتگو و رابطه کلامی با هم تفاهم برقرار کنیم، بتونیم من منظورم رو محالی کنم. ولی رفته یک شمعی پیدا کردم که بدون مطالعه کتاب ها هم میشه رابطه برقرار کرد، میشه تفاهم برقرار کرد. اگرچه انسان هویت فکری خیلی سختی که حتی یک ثانیه با خودش تفاهم داشته باشه به علت تضاد. این کسانی که میرن ازدواج میکنن میگن که ما با هم تفاهم داریم، یک دروغ بسیار بزرگ میگن. من با خودم تفاهم ندارم مگر جز اینه که مثلا فرض کنید که امروز من به ایشون مثلا فرض کنید یه مثل میبخشم، خب خودم به خودم میگم عجب مرد سخاوتمندی هستم، این انسان محتاج بود بهش کمک کردم. ولی میرن خونه خانمم بهم میگه که بی روزه حالا دوباره کلا سر تو گذاشتن، چه بعد از تو پول بگیرن از دیگران نگیرن. جز اینه من مثالهای بسیار روشن در روابط واقعا در زندگی دیدم. من یه روزی داشتم کمک خانمم تو خونه زرد میشستم، یه دهی ما مال دهاتی از این دهاتی ها آمدن و گفتن که مسخره کردن، گفتن سور خانم یه لشک از سرت بکن تو که آنها کرپت شدی داری لباس میشودی داری زرد میشودی، و مسخره کردن که چرا من در جامعه ما من مرسالار نباید کمکی زنش چیز بشوره زرد بشوره. من واقعا فرو افتادم، دمم شدم. مثلا چند دقیقه بعد یک ساعت بعد اتفاقا یک دوست انگلیسی داشتم به نام لورنس، این رسید با یک دید ما دارم زرد میشونم، با یک دیده ترجمه من رو با تحسین نگاه کرد که عجب من تا به حال ندیدم مرد ایرانی اینقدر جنتلمن باشه که کمک زنش لباس بشونه زرد بشونه. عجب تو جنتلمنی که کمکت به اصلا زنت اعتراف میکنی. خب در این رابطه من کدوم یکی از این دوتا در اون اولی ها میگن دهاتیه سغرا خانم یه لچک سرت کن، دوبومی میگه عجب جنتلمن. من ماشینم رو هر روز میدم دست دوستم، خودم و دوستم میگن عجب سخاوتمنده، ولی خانم هم میگه که ها گر بیورده چرا ماشین اونو نمیگیرم، همش باید ماشین تو رو بگیرم. در لحظه به لحظه زندگی ما اسیر تضادیم و تضاد یعنی عدم تفاهم با خودمون، یعنی نارضایتی از خودمون. من انسانی که لحظه با خودم تفاهم نداره با زنم نمیتونم هیچ وقت تفاهم داشته باشم. این لازم دروغایی که به هم دیگه میگیم، اونا اول ازدواج 6 ماه بعد تقش دارم، اول ازدواج من به اون میگم که به اندازه میوه‌های بیابون دوست دارم، اونا میگه به اندازه ستاره های آسمان دوست دارم. 6 ماه بعدش اون میذارم سر من نمیذارم سر بکنم. من لازم شد خود میدیدیم مثلا باشه خود میدیدیم چقدر تلاقه چقدر نمیدان نازلات اینا. نه همه مقدماتی بود تا به اصل موضوع برسیم. اصل موضوع اینه که من قبلا میگفتم که تا کسی کتابهای من رو نخونده باشه نمیتونه حرفهای من درک کنه، ولی الان به خودم میگم که من اگر از روی واقعیت صحبت کنم، مثلا من بخواهم راجع به خشم صحبت کنم، راجع به عشق صحبت کنم، راجع به نفرت صحبت کنم، راجع به ترس صحبت کنم، آیا اینو از روی هوا صحبت میکنم؟ یعنی یک پدیده انتزاعی تئوری که کتابیه، یا اینکه دارم از روی وجود تو انسان و خودم صحبت میکنم؟ اگر از روی واقعیت صحبت میکنم قابل درک برای هر دوی ما هست،
چون یک پدیده‌ای که در ما وجود داره. من مثلا دارم میگم که انسان مدام در حال ترسه، ترس‌های ناشناخته. برای اینکه فرض کنید که شما ممکنه کشف کنید که من خالم کلپت بوده، کشف میکنید که من مثلا دایم دوز بوده، کشف میکنید که من دکترا ندارم. هزار ننگ من گردت تعبیری من در خودم پنهان دارم و میترسم از اینکه شما اینها رو کشف کنید در وجود. در انواع اقسام ابعاد، مثلا یه همسایه ما داریم که یه روز دید که یه روز دست گوش من هیچی نگفتم. این همسایه از اون آدم های بزن بهادر مثلا چاوکشه که گفت و بچه خمین و عراق رو بزن تو گوشش رو پاسخ نده، باید میداد تو گوشش چاوک رو بزن تو شکمه. حالا این آقا اینجوری من رو ملامت میکنه، رد میکنه و من احساس نارضایتی میکنم. فردا با یه نفر دیگه دوام میشه میزنم تو گوشش، شما میرسید میگید و این آقایی که ادعای عرفان میکنه و خودش میخواد جانشین مولوی کنه و اینا، مثل لاتابس چامپیون زد تو گوشم. حالا اون لاتابس زد تو گوشه تو چرا باید بزنی تو گوشم؟ من در این وسط باید چیکار کنم؟ مانده همینجوری بلا اندفاع. ما انسان ها اسیر تضاد، به دلیل اینی که وجودمون اصلا طوری ساختن از کودکی که تضاد یک امر اجتناب ناپذیر بوده در وجود ما. بابت فلان عمل مادر به من گفته که عجب پسر بی ارزهیه، بابت همون عمل پدرم گفته عجب پسر مهربانیه، بابت یک عمل همسایه من به من گفته عجب ترسو بی ارزهیه، بابت همون عمل آقای دکتر خالدی گفتن عجب آدم عارف مسلک متواضع خوبیه. من ما صحبت اصلی اینه که آیا انسان ذاتاً شر یا خیر؟ انسان هنگام تولد با چه کیفیت‌های روانی به دنیا میاد؟ آیا با کیفیت‌های شر و مخرب و خودخواهانه و آزمندانه به دنیا میاد، یا با کیفیت‌هایی که عشق درش هست، سخاوت درش هست، گذشت درش هست، تواضع درش هست؟ آیا این مسائلی که به عبارت دیگر مسائلی که در حال حاضر ما داریم یک مسائلی که ذاتاً با آنها به دنیا آمدیم، یا اینکه از جامعه اینها رو ما گرفته شیم؟ قبل از هر چیز اینو بگم که اگر ما مسائل مثلا ترس، حسادت، خشم، کینه‌ورزی، نفرت، عدم گذشت، اگر اینها ذاتی باشه باید فاتحه بشریت رو خوند، برای اینکه چیز ذاتی نمیشه از بین برد. اگر من ذاتاً خسیس باشم هیچ کس نمیتونه من رو سخاوتمند کنه، مگر اینکه من رو بالاره تا ادای سخاوت در بیارم. من باید ذاتاً و فطرتاً سخاوتمند باشم، نه اینکه به من یاد داده باشم. آن چیزی که یاد میدن فقط یک نمایش، یک تقلیده. پس سوال اینه که آیا انسان، یا سوال اینه تو مطرح کنیم، انسان هنگام تولد با چه کیفیت های وجودی به دنیا میاد؟ آیا پاک به دنیا میاد یا ناپاک؟ عبارتی در قرآن کریم هست که تفسیرش اینه که میگه که انسان، تفسیر مرحوم آقای مطهری، میگه انسان هنگام تولد پاک و پاکیزه به دنیا می آید، یعنی مجهز به یک تقوای فطری و ذاتی است. لکن بر اثر آلودگی های محیط رفته رفته چنان از فطرت خود دور می شود که وجودش به کلی مسخ می گردد. این به نظرم یک جمله بسیار اساسیه برای اینکه انسان اساس هستی خودش رو بشناسه. اساس هستی ما اینه که ما پاک و پاکیزه به دنیا میاییم، لکن بر اثر آلودگی های محیط رفته رفته چنان از فطرت خود دور میشوی که مسخ میگردی. ببینید در اینجا خیلی جملات